سلام، تو این ویدیو 8 ریتم اصلی گیتار رو آموزش دادم. 2 تا ریتم 2/4، 2 تا ریتم 3/4، 4/4 و 6/8. من یه عالمه از این ویدیوها توی پیجم دارم. خوشحال میشم که پیج من رو فالو و سابسکرایب کنید. برای اجرای ریتم 2/4 ساده کافیه که یه ضربه با انگشت آی یا با انگشت پی روی سیم‌های باس بزنیم، یا به این شکل، و بعد ضربه دوم با انگشت آی روی سیم‌های نایلونی ضربه بزنیم. پشت سر هم به این شکل میشه. یا به این شکل. ریتم 2/4 آپاگادو. برای اجرای این ریتم ما 2 ضرب داریم که هر ضرب اون به 2 قسمت تقسیم شده. یه ضربه رو به پایین و یه ضربه رو به بالا. یعنی هر ضرب اون یه ضربه رو به پایین و یه ضربه رو به بالا. اگه بخوام به شکل ساده این ریتم رو اجرا کنم به این شکل میشه. از اونجایی که ریتم ما 2/4 آپاگادو هستش، ما رو ضربه دوم یه ضربه آپاگادو میذاریم به این شکل. پس اجرای ریتم 2/4 آپاگادو به این شکل شد. ریتم 3/4 ساده کافیه که یه ضربه با انگشت شست یا با انگشت آی روی سیم‌های باس بزنیم و بعد 2 تا ضربه رو به پایین روی سیم‌های نایلونی به این شکل. پس 3/4 ساده ما به این شکل اجرا میشه. 1 2 3 1 2 3. یا میتونم با انگشت آی بزنم. 1 2 3 1 2 3. نوع دوم ریتم 3/4 به این شکل اجرا میشه. یه ضربه رو سیم‌های باس، بعد 2 بار پایین بالا به این شکل رو سیم‌های نایلونی، دوباره 1 ضربه روی باس و 1 ضربه رو سیم‌های نایلونی. پشت سر هم به این شکل شد. باس پایین بالا، پایین بالا، باس پایین. دوباره میزنم. باس پایین بالا، پایین بالا، باس مثلا رو آکورد می ماژور این دفعه. باس پایین بالا، پایین بالا، باس پایین، باس پایین بالا، پایین بالا، باس پایین. وقتی میگیم پایین منظور اون سیم های نایلونیه، وقتی میگیم باس منظور 3 تا سیم باس گیتاره. ریتم 4/4 ساده. ریتم 4/4 ساده از 4 ضرب تشکیل شده. 4 تا نوت سیاه داریم. اولین نوت سیاهمون رو سیم‌های باس ضربه می‌زنیم. 3 تا نوت بعدی رو سیم‌های نایلونی و به سمت پایین ضربه می‌زنیم به این شکل. 1 2 3 4. 1 2 3 4. می‌تونیم ضربه سیم‌های باس رو با انگشت آی هم بزنیم به این شکل. باس ریتم 4/4 آپاگادو. باز همینجا ما 4 نوت سیاه داریم که هر نوت سیاه به 2 بخش، یعنی تبدیل شده به 2 تا دونه نوت چنگ. حالا اینجا ضربه های ما فقط به سمت پایین و بالا به صورت متوالی هست. یعنی ما 4 بار میزنیم. پایین بالا، پایین بالا، پایین بالا، پایین بالا. نکته اینه که ما میایم روی ضربه سوم زمانی که میخوایم ضربه رو به پایین رو بزنیم یه آپاگادو اجرا میکنیم. یعنی دستمون رو به این شکل پرت میکنیم روی سیم ها. آپاگادو یا خفه کردن سیم ها روی ضربه سوم اتفاق میفته. پشت سر همش به این شکل میشه. یک بار کند میزنم. 1 و 2 و 3 و 4. یک بار دیگه سریع ترش. ریتم 6/8 سنگین. همونطور که از اسمش مشخصه این ریتم از 6 ضرب تشکیل شده. اگر بخوایم این ریتم رو اجرا کنیم، اول 6 ضرب داریم که اون 6 ضرب رو باید بشماریم. 6 ضرب اون به این شکل شمرده میشه. 1 2 و 3 و 4 5 6. ضربه 1 مون شامل یه ضربه فقط رو سیم باسه. ضربه 2 مون یه دونه پایین بالاه. 2 و میگیم 2 به معنی پایین رفتن و به معنی برگشت. پس شد باس پایین بالا. 3 و مون دوباره پایین بالا. 4 مون روی سیم باس. 5 و 6 مون به سمت پایین و روی سیم های نایلونیه. بشه
پس من میشمارم 1, 2, 3, 4, 5, 6 باس پایین بالا پایین بالا باس پایین پایین. ریتم 6/8 رنگ، این ریتم یه الگوی خاص داره که نوت‌هاش به این شکل هستن: یه چنگ نقطه دار، دو لا چنگ، دو تا دونه چنگ و یه سیا. من اول میام الگوی ریتمی که این ریتم رو روی صفحه گیتار تمرین میکنم. ببینید به این شکل میشه: دو 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 دو. حالا وقتی این الگو تو ذهنم جا افتاد، سعی میکنم که با حرکت‌های دست راستم روی گیتار این ریتم رو اجرا کنم. ضربه اول اون یه ضربه رو سیم های باسه، یا میتونه رو کل سیم ها هم زده بشه. ضربه دوم با انگشت شست رو به بالا میاد. ضربه سوم با انگشت اشاره رو به پایین میاد و کف دستمون رو به روی سیم ها قرار میگیره. ضربه چهارم خفه کردن سیمه و ضربه پنج یه دونه حرکت به سمت پایین با انگشت آیه. یه بار میرم: باس، بالا، پایین، خفه کردن سیم و بعد پایین. میتونم با آی شروع کنم. میتونم همه سیم ها رو توی شروع بزنم. نکته مهم تو اجرای این ریتم در آوردن الگوی ریتمی کشه که ما بدونیم ریتممون به این شکل: دو 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 دو، یعنی یه نوت کشیده بعد دو تا نوت پشت سر هم، دو 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 دو. حالا وقتی روی گیتار میخوام بزنم، حواسم هست این پی به آی رو، یعنی یه حرکت رو به بالا و بعد با انگشت آی رو به پایین رو، باید سریع بزنم.